میگیرن، حالا چه داخل ایران باشن چه خارج از ایران باشن، که بلیت در واقع مسابقه رو میگیرن و میرن اونجا با توجیه اینکه ما باید مسابقه رو ببینیم، ما باید تیم ملی رو ببینیم و امثال اینها جریان رو پیش میبرن. گفتم بدون لکنت، بحث تحریم ورزش ایران رو باید بدون لکنت گفت. تعارف نداره ورزشی که خب 43 سال زنان رو پس کرده از رشته های مختلف ورزش و همراهانی که میخوان به کانادا برن 200,000 دلار هزینه بلیت رفت و برگشتشون. یه حساب سرانگشتی بکنید، یه تیم فوتبال با 22 تا بازیکن، مربی، کمک مربی، پزشک، ماسور و 2-3 نفر برای تدارکات تیم، میشه 30-35 نفر. 30-35 نفر، نفری 2,000 دلار بلیت رفت و برگشت به کانادا میشه 70,000 دلار. اون 130,000 دلار دیگه پول بلیت چه کسانی هست؟ و من این رو کاملا میبینم توی بعضی از افرادی که الان میگن خب چه کار بکنیم، ما میخواییم بریم ورزشگاه، انگار پذیرفتن که بله من اون آدمی هستم که به جرم اینکه ایرانی به دنیا اومدم، حتی حالا که توی کانادا هستم هم حکومت من حق داره من رو تحقیر کنه و من اون آدمی هستم که داوطلبانه به این تحقیر تن میدم و توش مشارکت. اتفاقا این کار شما در راستای همین صدا دادن و اطلاع رسانی درباره جنایت‌های جمهوری اسلامی و همین اعتراضاتی است که جاری انجام میشه. شما به درستی رو نقطه دست گذاشتید که دارید میگید ما نباید یادمون بره که این حکومت در حال جنایت هست، اما در وجه بیرونیش سعی میکنه یک تصویر بهتر و شفافتری و نرمالتری از خودش نشون بده. باید در جاهایی که امکان دیده شدن بیشتر، یعنی اساسا شما اگه نتونید اون کنشی که انجام میدید اثرگذار تکان دهنده باشه فایده نداره، مثل اصلا وجود نداشته. وقتی یه مسابقه فوتبالی برگزار میشه، اگه شما بتونید از اون مسابقه فوتبال، اگر یک جایی تجمعی برگزار میشه، اگر جای یک سخنرانی برگزار میشه، شما تک تک این موارد رو باید تبدیل کنید به موضوعی برای دیده شدن جنایت هایی که در همه این سال ها بوده، نادرستی هایی که در همه این سال ها بوده. خب تمام توان نظام حاکمیت اینه که نذاره این پرونده به سرانجام برسه. خب زور و پول و قدرت دستشونه و ما چیزی برای از دست دادن نداریم. ما با از دست دادن عزیزانمون تمام زندگیمون رو از دست دادیم و تا لحظه که اون نتیجهی که میخواییم حاصل نشه یک لحظه پا پس نمیکشیم. طول این 14 ما هممون دیگه آگاهیم، میدونیم این پرونده بازه. حالا در مورد هواپیمای اوکراینی، این بازی در جغرافیای کانادا آیا نباید بهش تکیه بکنیم که آیا با این پرونده باز شما باید بازی بکنید؟ حالا شما دارید این کارو میکنید، خیانت به جامعه و هموطنان خودتون میخواید بکنید. شمایی که میرین استادیوم چی؟ شما در چه کجا ایستادید؟ آیا با پرونده باز نباید بگیم نباید بازی کرد؟ آیا رو زخم باز نباید بدونیم که نباید نمک بپاشیم؟ فکر می‌کنم ما این حس اعتراض کردن رو خیلی از ورزشکارامون از دست دادن و مطیع شرایط موجود شدن متاسفانه و سر تعظیم فرود آوردن با آدمایی که دقیقاً بدترین رفتار رو با مردم دارن. اینجا به زنگاه تاریخی یه جواب جان برای ورزشکارای ما که نشون بدن کجای تاریخ وای میسن و تصمیمی که امروز میگیرن به نظرم برای آینده همه ما اهمیت داره. بودی که پخش مخفی میکردن و برای مخفی کاری اومدن این کارا رو انجام دادن، به هر اتفاقی که بالاخره افتاده پاسخگو نبودن، به دولت کانادا هم پاسخگو نبودن. حالا با این همه کاری که دولت کانادا در طی این 17-19 سال گذشته کرده علیه ایران و در تمام قطعنامه حقوق بشری که وجود داشته اسپانسر شده علیه دولت جمهوری اسلامی و هر جا رفته نماینده کانادا و دیپلمات کانادایی گفتن که حکومت ایران حکومت ناقض حقوق بشر هست، چطوری میشه که در واقع تصمیم میگیرن که یک بازی دوستانه در نه گفتن به اسپورتس واشینگ و حالا دوستانی هستن اینجا میتونن بیشتر از من میدونن میتونن توضیح بدن در مورد اینکه روسیه چطور از این استفاده کرده، چین چطور از این استفاده کرده و حتی من میخوندم رواندا، آفریقای جنوبی و خیلی کشورهای دیکتاتوری این سابقه رو دارن برای ارائه یک تصویر تمیز از شرایط داخل کشورشون
اسلامی به هر شکلی سعی در سرکوبشون داشته، کشتار کرده و خواسته که این رو عادی سازی بکنه از طریق همین برنامه های نمایشی. خب ما این رو داخل زندان بودیم و میشنیدیم که بعد از اعدام زنده یاد نویده افکاری بحث تحریم فوتبال ایران چقدر کشتی ایران چقدر مطرح شد و برای ما یک واقعا نقطه امیدی بود که کاش همه این کارها بتونه دست در دست هم بده و اون چیزی که باید اتفاق بیفته. نکته ای را که میخوام بهش اشاره کنم برای من خیلی قابل تقدیره اینه که فارغ از این که این مسابقات به کجا میره، پیشا پیش خانواده هواپیما اوکراینی و کسانی که از این کمپین شما کمپین همه حمایت کردن پیشا پیش تونستن این مسابقات رو بی اعتبار کنن، تصویر این ورزشکاران، تصویر دروغین رو بشکنن و این پیام های دروغین رو که در مورد ما صلح میارن برای ملت کانادا و ملت آمریکا اینا رو بشکنن. این مسائل و بنبست هایی که ما باید انقدر این رو مخابره کنیم به فضای بیرون از ایران که مشخص باشه اینجا حتی قوانین جنگی هم رعایت نمیشه، یعنی علیه شهروند با خصومت بیشتری از یک کشور متخاصم داره ستیز میشه. این مسیریه که به نظر من داره طی میشه و این مای جمعی داره شکل میره، قاعدتا این مای جمعی رهبر سیاسی رو هم شکل خواهد. علیرضا جهانبخش کاپیتان تیم ملی فوتبال ایران طی تمام سالهای گذشته در مورد داستان غزه، در مورد لبنان، در مورد فلسطین، در مورد همه اینها در اینستاگرام خودش اظهار نظر کرده، یک بار هم حضور زنان گزینشی در ورزشگاه رو تبریک گفت. من واسه هم سواله که آیا کاپیتان تیم ملی فوتبال ایران در تمام این روزها که به هر حال دیده خانواده های قربانیان دارن اعتراض میکنن نمیتونست با فدراسیون فوتبال ایران یا نتونسته تماس بگیره و بگه آقا ما قید این بازی رو میخوایم بزنیم یا نه؟